خب لایو قبلیمون قطع شد، امیدوارم کسی از دوستان ضبط کرده باشه مثل دیشب برای من بفرسته. اگه ضبط کرده باشه کسی دمش گرم. اون تا لایو ما قطع شد دوباره اومدیم، میگه این آخرین باره میام، حالا دیگه تا ببینیم کی قطع میشه. یه پرسش خیلی خوبی دوست عزیز پرسید که مثلا در مورد مسئله منطقه برنامه هم کم رنگ شده. نه ببینید، من یه چیزی که تو زندگی و برنامه سازیم یاد گرفتم و رعایت میکنم اینه که یک دایره وسیع رو در چارچوب فکری خودم ترسیم کردم، تلاش میکنم به هر کدومشون برسم، یعنی فقط نچستم به حقانیت سپاه در مورد اتفاقاتی داره میفته، مظلومیت سپاه در مورد کارهای درست سپاه، فقط نچستم به این که بعد این انگو بخورم که آقا این مأمور سپاه. حالا انگو که دشمنان میزنن، ولی بحث انگ نیست، بحث اینه که میخوام که اون بخشی که لازمه رو پوشش بدم. چون قبلا در ایران مثلا من در یک حوزه اسلام شناسی بود، بعد اینم آقا اون فقط یک پازل از حقیقته، ما ده ها پازل دیگه داریم، تلاش میکنم تمام پازل ها رو به اندازه رسیدگی کنم. حتما دوباره برنامه میسازم. درود بر شما، بفرمایید عزیز. خب اینترنت شما ضعیفه، الان صداتون میاد صحبت کنید، اینترنتتون ضعیفه بکن. اینترنتتون ضعیف، حالا این بار کسی هم ضبط میکنه دمش گرم، بعد برای من تو تلگرام بفرسته که ما اینو داشته باشیم. این نمیدونم چرا اینستاگرام اینجوریه، چند نفر میاری بالا یه دفعه قطع میشه. درود بر شما. سلام جناب امید نادان. درود بر شما عزیز. ببینم عزیزم شما شهامت داری خودت نشون بدی؟ بله شهامت دارم. خب نشون بده، قربونت برم. الان نشون بده. در مورد صحبت که میکنی اصلا هیچ گونه خب پس شهامت نداشه. بذار یکی یکی بریم جلو، قطعت نمی کنم. اگه بخوای همینجوری حرف بزنی، ببین هم بخوای همینجوری حرف بزنی قطعت میکنم، ولی اگه مثل آدم باشی قطعت نمی کنم. پس اول از همه شهامت اینو نداشتی که خودت نشون بدی، درسته؟ چرا شهامت شد دارم، لباس ندارم. باشه اونم میذاریم. آره شما همیشه این موقع لباس نداری، شما بدون لباسش نشون بده. مگه دختری؟ آره به دختر خب دوست دیگری رو بیاری بالا. حمید، آی حمید بفرمو بالا. اون دوستم عزیز که لباس نداره بفروشه، عجب. نه دوباره برگشته. خب آی حمید بفرمایید. نه واقعا اگه شماها دانایید من افتخار میکنم که نادانم. من اگه کار طنز میکردم باور کن نام پیجم میذاشتم امید نادان. همین شما دانه‌ها هستید. خب آقای حمید شما رو نیمید بالا. نفر بعدی برگشتیم عزیزم، یه دقیقه قطع شد برگشتیم. پای انقلاب تا پای جان، بیا آقای حسام بالا. فصل جنسی بیا بالا. درود بر شما. سلام، قربونتون برم، زنده باشید جونم. بفرمایید فراتون بشم. خواستم بپرسم ببینم که تو خود اروپا برای نگهداری سگ قوانین خاصی هست یا نه. آره قوانین وجود داره، شما سگو اگر در روز سه بار از خونه بیرون نیاری همسایه‌تون گزارش بدن، حداقل در سوئد که اینجوری، حالا کل اروپا رو نمیدونم راستش،
ولی در سوئد اگه شما سگ داشته باشی و سه بار در روز نیاری بیرون نگردونی، پلیس میاد شما رو دستگیر میکنه. برای نگهبان آدم هم در میارن. برای نگهبان گذاشتن سگای تقریبا وحشی مثل پیتبول و اینا چی؟ ببین تمام سگ ها اینجا قبطا اگه سگ وحشی باشه اینا باید جلو دهنش رو پوزه بند بزنن، صاحبش میاره بیرون باید پوزه بند بزنه. این دقیقا اون چیزیه که ما تو ایران نداریم دیگه. بعد توقع دارن خب خاطر حکومتمونه. نه حکومت اون مقصر حکومت قوانی نذاشته. اون صحبتی که بر اساس فرهنگ سازی میشه دقیقا همینه دیگه، که چرا یک قوانین خاص و قوانین درست نداره بعد یه دفعه میان کنگره. ببین این حکومت اول بگم کارهای درست، من کارهای درست جمهوری اسلامی اصلا رد نکردم تو منطقه، همیشه هم دفاع کردم، ولی این حکومت همه چی رو با زور میخواد به دست بیاره. من خودم بنابر ده ها دلیل مخالف نگه داشتن سگم، خودم هم تو اروپا دارم زندگی میکنم سگ ندارم، در حالی که خیلی از دوستام هم دارن، خیلی هم اتفاقا اینجا میگن، بعضی هم میگن کلاس دارانم داشت، من سگ ندارم دلیلم. ولی این که به زور ببخشید، الان شما تو ایران به زور کازینو رو جلوشو گرفتی، مردم لهلهه میزنن بلند میشن میرن دبی، میرن ترکیه کازینو، در حالی که این تو خود اروپا من کازینو نشستم همه دستگاه خالیه، همه دستگاه ها هیچکی نیست. یعنی باور کن کازینوهای اروپا اینجوریه بیشترشون. شما تو سوئد هر کازینوی میری به خدا همین شکلیه، الان اینجا اسپانیاس همین شکلیه، من فرانسه رفتم کازینو همینجوریه، هیچکی نیست. خب الان به نظر شما این قانونی که حکومت میذاره، حالا حکومتی که هر 4 سال یه بار عوض میشه و یه تزیه طرز فکر روش حاکمه، الان شما ببین مثلا رئیس جمهورهای آمریکا، خب با هر تزی چه دموکرات چه جمهوری خواه وقتی روی کار میان، خب تزشون در مورد ایران یکیه، یعنی هیچ کدوم با هم دیگه سیاست خارجیشون یکیه، سیاست خارجیشون یکیه، اصلا تزشون در مورد ایران هیچ فرقی نمیکنه. منتها حالا چرا این حکومت میاد مثلا یه قانون میذاره، این قانون چه ربطی داره که ما بس کنیم به اسلام؟ چرا اسلام باید بکنیم وقتی یه حکومتی که تزه حکومت فکری... قانون نه حکومت چون قانون اساسیشو اسلامی چیده. ببین وقتی ما الان میگیم، الان خیلی از دوستان، الان همون دوست قبلیمون اومد بالا گفت توی اسلام سگ نجسه، نگفت حکومت جلوشو میگیره، گفت تو اسلام سگ نجسه. اینجا کسی که مثلا سگ دوست داره نگه داره، شما قرار میدید در برابر اسلام، اجتناب ناپذیر میشه نظر دادن در مورد اسلام. و حکومت شما با قانون اساسیش اسلامیه، میگه آقا من کشور حکومت نیست، حتی نام ایران خالی نمیگه، میگه ایران اسلامی. خب وقتی نام حکومتش ایران اسلامیه، اینا چیکار میشه کرد؟ جمهوری اسلامیه. بعد همین اسلام در مورد رفعت و مثلا برخورد با حیوانا چجوری دستور داده، چی گفته، اینا رو چیزایی که هیچ وقت بیان نمیشه. خب یعنی در مورد شما بحث تفسیر اسلام یک بحثه، تفسیر اسلام که ما الان 1 میلیارد مسلمان داریم، هیچ کدوم هم تفسیر همدیگه رو که قبول ندارن. یعنی ما تو همین شیعه، میدونید که تو شیعه چند تا فرقه بودیم تا الان، شما کتاب هیئت المتقین که نگاه کنیم، ما 154 فرقه فقط شیعه بودیم، یعنی 154 تا روایت مختلف از شیعه وجود داشته تا الان تو تاریخ. همین الان شما شیعیان حوثی و شیعیان ما متفاوتن. اونا یک شیعه نمیدونم 6 امامی ان، نمیدونم داستانش، یه شیعه فرقه اسماعیلیه و شیعه دیگه جعفری متفاوته. این دیگه تفسیر، من برای همین قانون باید بزنیم، وگرنه خود پیامبر اسلامش هم زمانی که بودن از صحبتایی که از مکه کردن تا مدینه، خب 180 درجه متفاوته. ما یه علمی داریم به نام ناسخ و منسوخ که آخوندا تو قوم میان میگن مثلا این آیه اون آیه رو نسخ کرده، منسوخ کرده، یه قوانین ناسخ و منسوخ آوردن دیگه. حالا برسیم خلفای راشدین تا به امروز، هر کی تفسیر خودش از اسلام داره. حالا من به عنوان یک شهروند ایرانی تکلیفم چیه؟ کدوم روایت اسلامو باید قبول کنم؟ هر کی یه چیزی میگه. خب میگم باز قانونم برمیگرده به تز فکری که حاکمه دیگه. خب بعضی جاها هم سیاسی کاری موثره، این که شما یه مسئله حاشیه‌ای رو بولد کنی و وضعیتی که الان هست رو ببری تو حاشیه، بعد یه بحث سگ رو مطرح کنی، بولد کنی که آفرین افکار عمومی رو فاصله بدی از این چیزی که الان هست. خب تو استفاده باش، من تو استفاده میکنم. من این کاش که مردم ایران این موقعیت رو داشته باشن اروپا رو بیان بگردن، اون وقت میفهمن کل اروپا اندازه دهاتای ما واقعا ساخت و ساز نداره. ما ایرانمون خیلی پیشرفته. یعنی من خب ایرانگردی خیلی کردم، من خیلی از شهرهای ایران رفتم، یزد رفتم، اصفهان رفتم، شیراز رفتم،
تو روستاهای خیلی ما روستاهامون خیلی از بخشای توی مرکز اروپا پیشرفته تره. این کسی داره اینو بهتون میگه که تقریبا مارکوپولو اروپا، من همش دارم سفر، من دو ماه یه بار سفر میرم. اینایی که میشینن تو این تلویزیون حرفای مفت میزنن، اینا بنده خدا پول سفرم ندارن که برم ببینن. من کل اروپا رو دارم با ماشین خودم گز میکنم میبینم. ایران خیلی پیشرفته تره. حالا ما باید برسیم به اینجا که آقا مایی که پیشرفته ترین علاوه واقعا ساخت و ساز و خیلی مشه، چرا باید یه اروپای پیزوری انقدر سوار ما باشه؟ ما همه آرزو کنیم اروپا باشی. من اینه دردم، اینا رو میگم و ببین اونا رو پیدا بکنیم. درست. منم از قربتون برم. زنده باشید، لطف کردید. پاینده باشید. من حرفم واقعا همینه. یعنی رو این قضیه دارم که به عنوان یک ایرانی میگم نژاد آریایی هم کش و واقعا روستاهای ایران. ببینید عزیزان، من یک مؤسس وزارت اطلاعات فراری بودم، تو چه روستاهایی در مازندران، در گیلان، حتی اومدم برخی از روستاها تو یزد، همه جا بودم تو یک ماه، هر روز جا عوض میکردم. آقا ما پرینت میخواستیم بگیریم تو روستا 10 تا پرینتی بودش اونجا، پرینت میتونستیم بگیریم. من تو کل اسکاندیناوی نمیتونم یه پرینت بگیرم، باید پرینتر بخرم حتما. باورتون میشه؟ تو کل اسکاندیناوی، کل استکهلم گشتم یه پرینت رنگی نمیتونم. آخرش هم پیدا کرده بودم اینترنت سیاه‌سفید. خب آقای رضا، آقای رضا شما رو هم میارم. بیان کیان یه لحظه دوباره قطع شدیم، دوباره برگشت. نت ضعیفه؟ نه نت خوبه. میخوای نت گوشیمو بدم چون دوبار اینجوری شد. آیه وحید بفرمایید. قطع و وصل میشه رو تو درستش کنم. الو امید جان سلام. درود بر شما، قربتون برم جونم عزیز. خوبی امید جان؟ براتون بشم، لطف دارید شما جونم. اگه میشه به قول چیز تو برنامه‌تون راجع به این که چون تو بعضی سایت‌ها میگن که آقای خامنه‌ای مثلا دست نشانده روسیه است و این حرفا، اگه میشه یه برنامه درست کنین. دوست داریم ما بول معروف به عنوان یه مدبر شما یا بیننده شما، دوست داریم اینو شما یک کم شفاف سازی کنیم. حتما برنامه میشه. ممنون میشم. حتما برنامه میسازم. حتما. ممنون میشم. قربتون برم. زنده باشید. بدرود. خب ما دوستان دیگر هم بیاریم. خب. نه خامنه‌ای دستشان خامنه‌ای دستشان در روسیه نیست. واقعا هم اینجوری نیست. ارتباط جمهوری اسلامی با روسیه واقعا یک ارتباط عزتمندانه و
مخترانه است بر اساس منابع مشترک. من دهه فرد تنظیم بانجه من در نفت سرط ساختم در یک کلمه میکنم سیاست خارجی خوبی رو داشته توی فضای منطقه. خوب نه نت که هستش عزیز، نت امشب اذیت میکنه، حالا دیگه این دفعه قطع شد دیگه بر نمیگردیم. خب آقای حسن رو من یه بار گرفتم. آقا شما رو میانیم، چشم نهیدمتون. شما آقای مرتضی درخواست نداده بودی، کامنت گذاشتی، الان هم گرفتم نهیمدید بالا، دوباره میگیرم آقا مرتضی. آقای مرتضی دارم میانم، شما رو هم میانم آقای مهدی بالا اگر نت یاری بده. علی رفتم تو لایوش. درود بر شما، بفرمید. تو لایف هستی دارم میشنوم، بفرمید. الو درود بر شما، بفرمایید. سلام آقا امید، خوبی؟ قربونتون برم، بفرمایید. استاد بذارید من دوربین درست کنم. درود بر شما جناب عزیز، بفرمایید. درود بر شما، بفرمایید. قربونتون برم. نکته‌ای می‌خواستم بگم در رابطه با مسائلی که در رابطه با عملکرد مسلمان گفتی شما و ربطش دادی به اسلام. اینو همیشه ما میدونستیم که مسلمان ها عمل کردشون منطبق بر اسلام نیست و اگه این چه اسلامیه که چهار نفرم درست نتونسته چیز کنه، یعنی این چه باور قویه که در طول این انا 1400 سال هم ازش گذشته ما هنوز چهار تا مسلمانی که مثلا درست عمل بکنن رو نداریم. خب اینم نه، این بیانصافیه که بگید چهار تا مسلمان خوب هم نداشتیم. یه کشور اسلامی درست شما بگو. شما خود قرن هم ببخشید، شما الان تمدن قرن هفتم ما رو ببینید، تو همه علوم، تو ادبیات. من صداتون رو ندارم، صدا شما قطع شده. صداتون رو دارم عزیز. شما قرن هفتم اگه ببینید تو بحث تو ادبیات، تو فلسفه، تو علوم، تو علم طب، اینا همه شخصیت های اسلامی هستن، همه شخصیت های ایرانی هستن که اونشون هم آخر آنی ما به اعتماد ارتشی شدن، اونشون هم آخر آنی ما به ارتشی شدن. ببخشید من صداتون نداشتم. الان صدام ببینید، صداتون خیلی بد میاد، قطع و وصل میشه. صدا هست خیلی بد میاد، کیفیت نداره، مفهوم نیست صداتون. بکنم یا اینترنتتون یه قرده تصویر من بسته. اوکی من دیدم اینترنتمون یه خورده من صداتونو ندارم متاسفانه، من تصویرتون خرابه، هم صداتون انا صدا خوده انا صدا خوده آمیدون صدات قطعه صدات قطعه انا صدا خوبه انا صدا خوبه بهتر شد الان صدا انا بهتر تصویر گفتم اینا شخصیت های ایرانی بودن عموماً. این شخصیت های ایرانی که 500 سال تو فرهنگ اسلام زندگی کردن، ما از فرهنگ اسلام خوشبختانه فرهنگ اسلام هیچ وقت به ایران به جز یه 100 سال اول حاکم نبوده، یعنی ما هیچ وقت اسلام رو نپذیرفتیم، برای همین هم شیعه شدیم. ما اسلام رو گرفتیم و کلن دگرگونش کردیم، یعنی من و ایرانی ها به خاطر اینکه نمیتونستن اسلام رو بپذیرن انقدر فرهنگ و هنر
ایرانی رو واردش کردن که اصلا من اگه فکر کنم یه روزی پیامبر اسلام به دنیا بیاد ببینم ما ایرانی ها این همه مثلا کتاب هیئت المتقین کلی جلد این همه کتاب تفسیر درست کردی ببین شما نکن یه کتاب قرآن پیامبر آورد ما اندازه موهای سر من تفسیر براش نوشتیم ما ایرانی ها نوشتیم خود پیامبر اصلا شوکه میشه میگه دمتون گرم این همه تفسیر شما چجوری نوشتید یعنی اینا بازیای خیلی چیز بوده ولی این ربطی به خود حقانیت اسلام نداره ببینید دو تا مکتب فلسفی مثلا فلسفه اشراق و فلسفه ابن سینا یا فلسفه صدرایی که حالا اسفار اربعه رو اینا کاملا منطبق بر احکام و معرف اسلامی می نویسن اینا رو یا خود فلسفه اشراق و اسلام شما کل اسلام آخه تهش مثلا اسلام چیه مثلا ته تهش مثلا چه علمی توش بوده چه داستانی داره ته تهش یه سری قوانین که راهزنهای عربستان رو میخواسته با هم دیگه متحد کنه دیگه یه چیزه نبوده که ایرانی برمیه چیزه رو ما ایرانی ها اضافه کردیم چیزه منطقی پشتش وجود نداره که من احساس بکنم که یه ذره بعد با یه سری مطالب شما باز مطالعه کنید چون اینجا که میگید نه من این درسته رو ببینید تو اروپا هم همین تو اروپا ببینید من طبیعیه شما تنها دلیل منطقی که شما مادر من حتی مسلمون من مادر من مثل شما مسلمونه مسلمان هستن تنها دلیل منطقی اینه که توی خانواده مسلمان به دنیا اومدی من بهتون قول میدم شما اگه توی خانواده مسیحی حتی توی خانواده گافرس هم به دنیا میومدید الان تو لایو اینستاگرام من میومدید و دفاع میکردید مثلا از اون دینی که مثلا توش به دنیا اومدید هیچ دلیل منطقی به همین حرفایی که شما دلایلی که شما میارید دوستان مسیحی در توی اسپانیا میارن دوستای بهایی میارن شما برید با بهایی صحبت کنین همین دلایل و همین منطقه دارن یعنی تهش منطقه علمی وجود نداره بله درسته که الان امروز واقعا و اسلام واقعی خیلی مهجوره من اینو قبول دارم شاید خیلی شاید قابل درستی برای عوام و برای چیز نباشه ولی با مطالعه ای که ببخشید بچه های من ازار اذیت میکنن خواهش میکنم خواهش زنده باشه به هر حال ببین عزیز این بحثا آخرش به هیچ جا نمیرسه چون 1400 سال مسلمونا که نه بهایی هم الان همه میگن آقا ما اون دین واقعیمون هیچ وقت مثلا وجود ولی اگه ما میگیم پادشاهی ما اگه میگیم زرتشت ما میگیم آقا در یک دوره واقعا وجود داشته یعنی ما نمیگیم این نیومده تا الان ما دوران ساسانی رو میگیم خیلی بخشاش آقا ولی مثلا تو اسلام به هر کی میرسه میگه آقا اسلام واقعی پیاده نشده این اسلام واقعی که میخواد پیاده بشه من نمیدونم به نظر میاد به نظرم به خاطر عمق معارفی که داره این راحتی در قابل دسترسی نیست شاید میگن هفت چیزی که آقا کتاب ببخشید اسلام میگن که میگیم چرا اومده تو عربستان از اون میگن چون مثلا برای عربستان خواسته با فهم مردم عربستان صحبت کنه خدا حالا به جایی که خداوند فهم و شعور عربا رو مثلا بیاره بالا مثلا به خود خدا شعورش آورده پایین با اینا با سطح پایین صحبت کرده من از این ور که میرسه میگن آقا معارفش انقدر عمیق کسی نمیفهمه نه خیلی چیز پیچیده این نیست اتفاقا اگه آدم یه خورده چشاشو بشوره یه مقدار کتابای استاد شفا کتابای استاد مسعود انصاری دوستاشی تلگرام پیام بدید من 3-4 تا کتاب براتون میفرستم چیز پیچیده ای نیست بس. آدم یه خورده با خودش بس. کنار بیاد جلو آینه با خودش صحبت کنه میفهمه که خیلی چیزا براش دستگیرش میشه میفهمه نه چیز عمری بود حتما مواردتون استفاده میکنیم کتابتون زنده بشه کلا روش کارتون هم به عنوان حالا یه انسانی که حالا مسلمون نیست و آدم ملیه معقولیه من قبول دارم ولی خب حالا اختلاف نظراتی هم هست دیگه اختلاف نظرات هم حل میشه اونم حل میشه چون خوشبختانه ایرانیا میدونی دید خیلی بازی دارن ایرانیا چون یک شانسی که ما آوردیم شیعه شدیم و شیعیان شما ببین شما تو ایران اسلامو که نمیتونی بشناسی بعد یه اروپا بشناسی چون اینجا وقتی که من اومدم اروپا وقتی که سومالیا رو دیدم خیلی از کشورهای عربایی که اومده بودن اینجا رو دیدم تازه فهمیدم ما اصلا تو ایران دممون گم چقدر خیلی با کلاسیم ما اصلا تو ایران مسلمون نداریم اگه شما اسلامو بیاید اینجا ببین مثلا مرون من همین اسپانیا همسایه مراکش من رفته بودم برخی از حالا مراکشی ها که اومده بودن سوئه دارم میبینه تازه برای جام جهانی بازی ایران و مراکش که رفتم روسیه اونجا تازه فهمیدم اسلام یعنی چی دممون گم ما ایرانی ها نه بابا سطحمون بالاست قربونتون برم برحال زنده باشید خواهش میکنم زنده باشید خب من دوستان دیگر رو منم یه جا نشست
اینترنت اذیت نکنه، این دوستان رو بیاریم بالا سیف کنیم بره. میدم که چرا قرار اذیت کنم شما رو هم میارم. مهتی جان درود بر شما. الو جانم درود بر شما. شما خب چرا پس درخواست میدی؟ فکر خب ایزم بله شنیدم خود جسته باشه. شما رو میارم چشم. امید جان سلام داری؟ دارم سلام جانم بفرم قرمتون برم بفرم. مرسی که به من وقت دادی حرف بزنم. اون میشن من شما رو چند از برنامهاتون رو گوش دادم و خوشحالم که با یه توی اپوزیسیون با یه آدمی طرفم که اصطلاحاً حرفای پوپولیستی نمیزنه و روشنگر یه جورایی به خصوص چیزای سیاست خارجی تو خب میپسندم. حالا این که زیاد به نقدها و سیاست های نمیپردازی کاری ندارم، ولی این که راجب مواضع تو راجب سیاست های خارجی میپسندم. فقط یک موضوعی تو یکی از برنامه‌های اخیرتون راجب کمونیست‌ها و شباهتشون با مزدک. آن درسته. بله بله بله. خواستم در مورد اون روشنگری کنم. ببین نومی جان، کمونیست از کامیونیتی میاد. کامیونیتی یعنی هر انجمن یا هر تجمعی که میتونه شکل بگیره، مثل یه چیز مثل کلونی که اونو مارکس توی نظریه اتمیسمش، یعنی توی پایان‌نامه‌اش در مورد اپیکور، توی نظریه اتمیسمش این انسان‌های الو صدامو داریم؟ من صداتون رو دارم عزیز. بله مرسی. اینو توی نظریه اتمیسمش توی پایان‌نامه‌اش بسط میده، بعدها میاد توی گروند ریسرو دست‌نوشته‌های اقتصادی فلسفی ورس میده و مارکس توی کاپیتال که حاصل کاپیتال رو میگن حاصل سه تا مقوله است: فلسفه آلمان، انقلابیگری فرانسه و اقتصاد اسمیت، اقتصاد انگلیس تر است. یعنی مارکسیسم به معنای مارکسیسم سیاسی یا همون کمونیسم به معنای واژه سیاسی، اون چیزی که ما میدونیم اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18 به وجود اومده. شما با بستن مارکسیسم به یه فرقه پیشا اسلامی یا به یه فرقه بدوی یا به یه فرقه حالا جنبه اقتصاد اشتراکیشون گفتم، من از این زاویه گفتم که ریشه ایرانی داره اقتصاد اشتراکی، چون توی کمونیسم هم اقتصاد اشتراکی داره. من این زاویه از این، یعنی فقط از این شاخصه اقتصاد اشتراکی اینو بسش کردم به مزدک، نه تمام شاخص ها. ببین من مزدک رو نمیشناسم، ولی چیزی که شنیدم این بود که تکثر یا کثرت زن یا اشتراکی بودن زن رو تو مارکسیسم مطرح میکنی. ببین این عین حرف جمهوری اسلامی میونه که مارکسیسم و کمونیسم رو برابر میدونه که کمون یعنی خدا نیست، یعنی مخاطب عوامت اینو درکی ازش نداره که توی مارکسیسم اصلا زن نهاد خانواده به رسمیت شناخته میشه به عنوان نهادهای کوچک دولت یا حوزه‌های کوچک دولت. ببینین اصلا اینجوری نیست که توی زن اشتراکی داشتن. حتی مارکسیسم آتئیست هم نیست، یعنی من اشاخص چیز برگشتم گفتم اقتصاد اشتراکی برام، یعنی فقط بحث من فقط اقتصاد اشتراکی بود. به هر حال دستتون درد نکنه، خیلی اطلاعات خوبی دادید و خیلی استفاده کردم. ممنون. ممنون. زنده باشید. لطف کردید اومدید بالا. فداتون بشم. خب من فقط بحثم اقتصاد اشتراکی بود. خب من ببینم دوستان چشم الان یکی دو تا دوستان اینجا میخواستم بالا بیان. اوکی یه دوستی رو داریم میاریم بالا. این سیک دور برشان بفرمید. سلام. دور برشان خوب هستید؟ بفرمید جانم. مرسی خوب هستم. من فقط میخوام امید جان، من به شما خیلی گوش میدم با حرفات. من مسئله من این هست که اول ترکی به دین خودش، درسته ایران اسلامه، اسلام یعنی تسلیم به خدا. میدونید خاورمیانه همه مسلمونه، همه مال ایران بزرگ بودن. اگر شما به عربا بد بگید، به دین اسلام
سنی بد بگید. خب اینا همه رو ازم جدا میکنید. مگه نه الان ما هم وصف هستن؟ مگه نه الان همه، مگه نه الان همشون با هم دیگه میگن ما مسلمان هستیم در طول تاریخ؟ مگه به هم وصف بودن در طول تاریخ تو این منطقه؟ به خاطر همین اسلام بزرگترین تفرقه همین اسلام بوده. هر کی گفته یک روایتی از اسلام داشته همدیگه رو کشتن. این اواخر هم دیدید دیگه، داعش اومد. حالا خیلی جالبه الان تو افغانستان داعش با القاعده دارن با هم می‌جنگن، یعنی دو روایت تندروی اسلامی سنی دارن همدیگه رو می‌کشن، داعش و القاعده. داعش رو بذارید کنار عزیز من، من خودم سیاستم داعش انگلیس و آمریکا اومد کشیوی اسلامی از پس دست ببره. نمیخوام تو منطقه، تو منطقه یعنی ببینید شما داعش و القاعده هم همدیگر دارن میکشن. یعنی اصلا اسلام اگه تا الان تو این منطقه باعث اتحاد شده، تمام تاریخ این منطقه بکش بکش سر این که حتی همشون هم مسلمونن، همشون هم همدیگر رو کشتن. پسرم گوش به حرف من لطفا بده. برمتان بفرمید. رستم. خب من عاشق ایرانم. من یه چیزی بگم و این خیلی مهمه، شما قاطی نکنید داعش رو با اسلام. حضرت من اصلا خودم هیچ دینی ندارم، به خاطر چیز خصوصی، فقط به خدا ایمان دارم. نه من قاطی نکردم به خدا. اونا ولی میگن که بقیه رو با اسلام قاطی، یعنی داعشی ها میگن مثلا شیعیان رو با اسلام قاطی نکنید مثلا. نه. یا قاعده رو این انگلیسی ها هستن و امریکایی ها و روسیه میخوان آفرین دالود ماهی بگیرن، مردم آفرین خاورمیانه رو به جون هم بندازن و اینا مرسنری هستن. من فارسیشو نمیدونم. اینا آزادی خواه بودن که مش از عرب و از خاورمیانه از تمام دنیا مشروب خورا و بدینا همه به دین اسلام اینا پولشون دادن بیان شیعه رو بیان ایران نابود کنن. حالا ایران کیه؟ عراق و سوریه و لبنان و خود ایران. شما نام گرامیتون چیه؟ من اسم من انسیه هست، انسیه آسمان، و پدر من آیت الله بوده. شوهر اول بهایی شده و من از تمام دینا بدم میاد. بهاییار انگلیسی ها آوردن درود بر شما که مردم ایران به جون هم بندازن بیان منافع رو ببرن. بهاییار امریکایی ها آوردن که روسیه رو نابود کنن. پس شماها همه ایرانی ها باید حتی به هیچ نظر داشتی، نه مسیحی، نه کلیمی، نه باهایی، نه اصلا دین فاصله نندازی، فقط اتحاد بگید. اصلا چیزی که بحث نیستش که بخوایم فاصله بندازیم، ولی یه بحثی رو بگم. تمام انگلیس اینه که شما گفتید، من باهاتون موافقم 100%، ولی انگلیس یک استعمار کلاسیکه که نهایتاً 4 قرن تو منطقه مسابقه داره، ولی تمام جنگایی که توی این منطقه بود قبل از این 4 قرن هم وجود داشته. یعنی اختلافات بین مسلمانان و کشتار خونینی که توی این منطقه سوریه و عراق و ایران بوده حتی قبل از استعمار کلاسیکه. اونو ما چی بگیم؟ یعنی اون موقع شب اتحادی نه، یعنی اتحادی وجود نداشته که انگلیس بیا تفرقه بندازه. انگلیس یه زرنگی کردن، اینا آقا جان یه بیماری تو اون منطقه است، حالا به اسم اسلام اومدن ازش دارن استفاده میکنن، معلومه زرنگی میکنن. ولی اتحادی قبل از انگلیس هم وجود نداشته تو منطقه. قاجاریه، قاجاری که خانوادش از مغول بوده، خب قاجاریه اومد، ما این همه امپراتور داشتیم. مثلا کریم خان زن، من شیرازیم، کریم خان زن خیلی برای همش خوب می جنگیدن برای ایران بزرگ. ایران بزرگ تمام کشورها بود، فکر کنم عربستان سعودی نبود، تمام تو هند و نمیدونم میدونید که خودتون یونا اینا. حالا میدونید باید چی کار شما بکنید؟ اینا دارن میخوان تاریخ تکرار کنن، اون گرسنگی که زمان رضا شاه و زمان قاجاریه بله. بعد از جنگ جهانی اول دوم میلیون ها ایران همه منافع دوزیدن و بردن و مواد مخدر به ایرانی ها دادن که اصلا از خودشون دفاع نکن. شما باید اینا رو درست کنید. در حال حاضر باید مردم اطلاع پیدا کنن که تفرقه نباشه بین مردم. من 100% با شما موافقم، من 100% با شما موافقم، حرفاتون کاملا درسته. فقط جایی که اختلاف نظر دارم اینه که من فکر میکنم که ما باید در مورد حقانی، یعنی اون تاریخ حقیقی اسلام هم
در ضمن این کاری که شما میگید انجام باید بدیم و من واقعا دیدید دیگه تا الان همش هم این کارا رو انجام دادم، در کنار این هم باید یه کوچولو یه نگاهی به روشنگری تاریخی در مورد اسلام و اینا هم داشته باشیم. چون واقعا هر جور من بفرمایید حضرت میخوام من مادر شما خواهش میکنم خواهش میکنم از نظر تو سیاست همیشه هم بله. خب بذارید من اول که ایرانی‌ها رو هیچ کی نباید گشنه بذاره، در حال حاضر هدفشون اینه که زمانه چیز و میخوام به اسلام حضرت محمد، من عربی خوندم 5 سال زیر دست پدر منم خیلی مهم بودن تو ایران تو شیراز، من یعنی در حد آقای دستقی و اینا و من شوهر من که پسر عمم بود بهایی شد من از ایران انداختم بیرون، حالا کاری نداریم به ایچیا، مسئله مهم این هست که وقتی که حضرت محمد اومد تو عربستان، عربستان ها بت پرست بودن، اون موقع بچه دخترها رو زنده به گور میکردن. خب نمیکردن، خب خود پیامبر چجوری به دنیا اومده پس اگه دخترها رو زنده به گور میکردن؟ منظورم یکی از به خدا میکردن نمیکردن. خب ببین همینا رو ببین همینه، ببین در مورد تاریخ الان همین، ببین اگه ما اگه بهتون ثابت کنم که عربا نه تنها زن رو زنده به گور نمیکردن، بلکه احترامی که به زن میذاشتن خیلی بیشتر از احترام اسلام به زنه، اون وقت شما به من این حقو میدید که روشنگری کنم؟ من اینجوری که بابام بهم گفتن. خب آمنه، ببینید شما آمنه که حالا چی، خدیجه زن خود پیامبر قبل از اسلام به دنیا اومده دیگه، خدیجه تازه 15 سال هم از پیامبر سنش بیشتر بود. خدیجه خدیجه بس داستانش چیه؟ یا این همه زن توی عربستان؟ من تو این شک دارم، باشه میرم اطلاع پیدا میکنم، ولی مهم این هست که اونا قبول دارید که تک خدایی نبودن؟ خب چه اشکال داره؟ مگه شما تک خدایی مگه چه چیزی داره؟ چه مثلا حسنی داره نسبت به چند خدایی؟ تمام مردم چه حسنی داره؟ وحشیگری بکنن برن مجسمه رو بپرستن یک خدا، یعنی مردمی به هم اتحاد پیدا دار. حالا من یه چیزی بهتون بگم، علاوه تاریخی بگم، قوانینی که قبل از پیامبر اسلام در عربستان توسط عرب‌های بت پرست چیده شده بود بسیار عقلانی تر و انسانی تر از بعد از اسلام بود چی میگید؟ من نمیدونم، من اطلاع ندارم. فقط بذار مثال بزنم پس. شما میدونید مثلا ما قبل از اسلام خود این عربایی که خب راهزنی میکردن 200 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبر اسلام، اینا اومدن قرارداد بستن تو 4 تا ماه همدیگر رو نکشن، ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم و رجب. ولی بعد از اینکه اسلام اومد، پیامبر اسلام در دوم رجب اومد این قرارداد رو به هم زد و تنگ چیز انجام داد، قضیه سوریال نخله رو انجام داد که حتی آیه داریم توی سوره بقره. یا مثلا همین عرب ها یک بازاری داشتن به نام بازار عکاظ، شما اینو شنیدید؟ من نه، من فقط اینو میدونم که اون بازار عکاظ هم پیامبر از بین برد. خب من نمیدونم حالا این حضرت محمد و اینا، حتی خدا رو هم درباره دارم فکر میکنم. من حالا اینا میگم که یه نفر مثل انیشتین، یه نفر میاد چیز فیزیک اختراع میکنه، یه نفر میاد از نظر روحانی از نظر فکری بازتر برای مردم راهنمایی میکنه. خب حالا میگم پس ما نباید حضرت مال زردشت هم قبول داشته باشیم، پس ما حضرت موسی هم نباید قبول داشته باشیم، حضرت نباید داشته باشه، چون موسی هم داستان خیالیه، چون اولا موسی عیسی خب وجود داشته، اصلاحگر یهودیت بوده، ولی موسی واقعا وجود خارجی نداره، یعنی اصلا نمیدونن کدوم فرعونی تا اصلا کدوم فرعون تا الان بنی اسرائیل، اینا اصلا پرسشه واقعا، کدوم فرعون بنی اسرائیل اسیر، هیچ آثاری ازش وجود نداره که فرعونی بنی اسرائیل اصلا اسیر کرده باشه که موسی بخواد بره نجات بده. اینا داستانهای افسانه‌های اکدیه که اینا آوردن تو تورات. خب اینا حال شاید شما درست، زرتشت هم بگه من از طرف خدا آمدم، اونم یه جورایی خالی بسته. من تعارف مفهوم با من زرتشت، یعنی هر کسی بگه من از طرف خدا آمدم اولین دروغ رو با بشریت در میون گذاشته. خب ولی شما قبول دارید که تو انسان‌ها هممون ما تفاوت داریم، بعضیامون برتر داریم. خب پس بنابر اونایی که مثلا که کشف میشه یه تعداد کمی میتونن هم چیز زحمت بکشن، مثل فردوسی و مثل انیشتین و مثل همه اینا. خب قبول دارید؟ پس درست. روحانی هم آدمایی هستن که برجسته‌تر و واضح‌تر از ما بهتر فکر کنن،
وقتی که شما من خیلی ناراحت شدم وقتی که در مدید گفتید که مسلمان خوبی نیست. چرا هست؟ اسلام یعنی تسلیم به خدا. یعنی چی؟ یعنی گفتار نیک، کندار نیک، پندار نیک، کمک به مردم. خب خدا رو شکر که تا الان اسلام پندار و گفتار و نیک رو میگفت، انقدر توش کشدار بود. یعنی اگه گفتار و کردار نیک نمیگفت چی میشد؟ به خدای محمد، من باید همه مردم ایران فکر نکنم بدونن اینه، من خودم 13 سالم بود تو مدرسه مسجد اعظم وقتی که آیت الله خمینی اومد دوش حرف میزد 50 سالش بود. خب من میگم حال 45 سال پیش از یادم نی، آره 46 سال پیش از این، من تو قم بودم، شوهر اول من چیز بود، آخوند بود، معمم بود. خب بعد من رفتم، همش 30 تا مرد 20 تا زن بودم. آقای خمینی اومد رو منبر گفت شاه من به تو دستور میدم که با شوروی هم دست نشو، با اسرائیل هم دست نشو. دو روز بعد این تمام انقلاب شد، اومدن دو تا آخوند تو مدرسه فیزیک از تو بالا انداختن کشتن مردم باستان با آب آتش فشانی طیب تو تهران آخوند میگرفتن، به جای که قاچاقچی بگیرن آخوند میگرفتن. انقلاب شد، بعد خمینی از ایران کردن بیرون. میخواستم بهتون بگم اونجا اون زمان یک نفر نمیتونست یک کلمه حرف بزنه، اظهار عقیده بکنه. بعد شوهر من کردن زندان، بعد دوست شوهر من آخوند بود که بعد او هم در سن 30 سالگی بهائی شد، عمامه مجتهد بود، او هم کردن توی یونه خونه و بعدم کشتنش. حالا اینا بماند، من تیکه قم بودم، یک روحانیان میدیدم که برای مردم از مسلمون، من خدا رو ندیدم، اینا رو دیدم از خودگذشتگی. پدر خود من نمونه بود. بله نه صد درصد حرفتون درسته، من مادر خودم هم مسلمونه، ولی شما در تلگرام برام پیام بدید، من دو سه تا کتاب براتون بفرستم، شاید نظرتون حالا بازم در مورد اینجور مسئله عوض شد. ولی به هر حال خیلی ممنون که اومدید بالا، من با بحث گسترده یا طرفاتون در مورد منطقه موافقم. هم جانم جواب دارم به ایرانی‌ها یاد بدید خود باوری. دور در شما دقیقاً مشکلمون همینه. دقیقاً باوری، بخشش، اتحاد، انتظام، افشاگری، اطلاع، خود درود بر شما. خیلی ممنون عزیزم، به هر حال لطف کردیم بالا، لذت بردیم از صحبتتون. ممنون، زنده باشید. حالتون باشه، حال باید در بیابیم نگذاریم. درود بر شما، آفرین، زنده باشه به هر حال. خوش خیلی ممنون، ممنون، خوش گذشت، ممنون. خب من دوستان عزیزی خیلی هم میخوام بیان بیان چشمیه. من فقط این نکته رو بگم راستش که خود اینجا دیر وقت دارم برم دوباره فردا شب تلاش میکنم بیام. یه نکته رو فقط بگم. خب ببین تاریخ خیلی دروغ گفتن، یعنی یه سری چیزا رو تو مرد میگفتم. یکی از دلایلی که مثلا من کامنت مخالفا رو پاک میکنم همینه، وقتی شما یک چیز حرف اشتباهی رو خیلی تکرار کنن جا میفته. یکی از این حرفای اشتباه اینه، آقا عربا دختراشون رو زنده به گور میکردن. بشینید با خودتون فکر کنید، خب اگه زنده به گور میکردن خود این پیامبر اسلام از کجا بدون، اون همه مرد تو عربستان از کجا بدون میآمدن؟ یه خورده میدونید نقض و این وقتی که یه سری حرفای الکی رو اینقدر تو مغز ما میکنن، نقض دیگه کار نمیکنه. من برای چی فکر میکنید دارم کامنت مخالفا رو پاک میکنم؟ چون اینا با هم دیگه میان یک سری چرندیات رو با هم دیگه کامنت میان پاک میان، یعنی میگم مخالفین بیان توی اینستاگرام من باهاشون بحث میکنم. چون اینجا وقتی که یه چیزی میگم من هر یه حاضرم میتونم مثلا نذارم که اون هیپنوتیزم رو انجام بدن. وگرنه در مورد تاریخ اسلام ببینید دروغ‌های گسترده‌ای گفتن. یکیش همین زنده به گور کردن دختراست. من تا ته داستان رفتم جنوب 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 عربستان، دو تا قوم بسیار بدوی چنین کاری میکنن. اصلا قریش همچین کاری نمیکرده. قوم قریش یکی از اقوام بسیار سطح بالای عرب بوده و اتفاقا شما نگاه کنید آخه ببینید خیلی از ناسیونالیست‌ها یعنی ضد عرب هم. ببینید من نمیخوام بگم از عربا خوشم میاد اینا، ولی واقعا خیلی از عربا آدم حسابی هستن، خیلی از عربا آدم های درستی هستن. شما تاریخشون رو بخونید، خیلی از عرب ها واقعا آدم های
نمیگم در حد ایران، معلومه که در حد ایران متمدن نبودن، ولی داشتن به دروازه های تمدن نزدیک میشدن. قریش داشته به دروازه های تمدن نزدیک میشده. این اسلام بود که این بدبخت ها رو نابود کرد. ما نباید آدم های نژاد ستیزی باشیم. همه نژادها در جایگاه خودشون ارزشمند هستن. شما برید بخونید، شما داست اصلا زندگی عرب ها قبل از محمد رو بخونید. در ضمن مردم قریش به قدری انسان های آزاد اندیشی بودن که حتی وقتی که محمد اسلام اومد بیان کرد مخالفت با اسلام نکردن. این یک دروغ تاریخی است که به شما میگن قریش جلوی اسلام محمد وایساد. نه، عرب ها گفتن دمت گرم، این اسلامته، چه اشکال داره، ما این همه بت داریم، حالا یه اسلام هم داشته باشیم. اونجایی با محمد درگیر شدن که محمد توهین کرد به بت های اینا. چه کسی گفته تک خدایی خیلی ارجحتر یا حسنیه نسبت به چند خدایی؟ نه، اون تک خدای شما رو کسی دیده، اون اگه تک خدای شما رو کسی دیده که مثلا حالا شما اینو حسن میدونید نسبت به چند خدایی. ولو به این که شما وقتی که موازین رو نگاه میکنید علاوه انسانیت، کسانی که چند خدایی بودن در زمان قبل از محمد، حالا ما که زرتشت نمون که تک خداییه، ولی من میخوام بگم تک خدایی زرتشت هم ارجحتر یا حسنی نیست نسبت به بت پرستای عربستان. ببینید من اینجوری به قضیه نگاه میکنم، یه خود دیدمون رو باید عمق بدیم. وگرنه کجا مثلا شما مردم قریش مخالفت کردن با حضرت محمد، گفتن نه آقا تو هم اسلام آوردی، این همه بت هم دارید. اونجایی که محمد توهین کرد به بت این بدبخته، این قاطی کردن. اینه داستان. در بعد به این که ما مجبوریم ببینید، بحث در مورد اسلام یک پازل بسیار گسترده است از ده ها پازل دیگر. ما باید همه مسائل با هم دیگه داشته باشیم. یکی از مسائل اینه که ما حقایق منطقه رو باید بدونیم، حقایق غرب رو باید بدونیم، استعمار آمریکایی انگلیسی رو باید بشناسیم، خیانت های بهائیت رو باید بشناسیم، خیانت های صهیونیست ها رو باید بشناسیم، خطر اسرائیل رو باید بشناسیم. در کنار اینها ما باید تاریخ واقعی صدر اسلام رو بشناسیم. ما اگه تاریخ واقعی صدر اسلام رو بشناسیم، میفهمیم آقا داریم بالا سر گوری سینه میزنیم که توش جنازه نیست. همه اینا رو باید با هم دیگه داشته باشیم. من نمیدونم تا چند دقیقه دیگه فرصت تو این لایو اینستا. آقای رضا من شما رو چند بار آوردم قبول نکرد. نمیدونم دوستان دیگری که خب خیلی پره، دوستان همه میخوام بیان بالا. من تلاش میکنم فردا شب دوباره بیایم ادامه این بحثا رو داشته باشیم. این بحثا من سیوش بکنم، هی فکر میترسم قطع بشه. امید بدون چی میخوام بگی، شاید بیاره بالا تو من آقا رضا رو دو سه بار گرفتم، ایشون نیومد بالا، یعنی نتونستیم بیارمش بالا. حالا امیدوارم فردا شب که ایشون اومدن حتما امید جان فردا شب رضا سلامت رو من چند بار گرفتم دوستان، چند بار گرفتم قبول نکرد و فردا شب حتما میارمشون بالا. چشم رضا سلامت رو من دوباره میگیرم به خاطر شما دوستان. چشم آقا رضا سلامت بفرمایید بالا. من چند ریسک چون میخوام سیوم بکنم. آقای رضا سلامت من شما رو دارم میگیرم. من چهار بار فکرم سه بار الا چهار بار گرفتم الان اومدن بالا تنزم. درود بر شما. من شما رو یه بار آوردم بالا امشب. درود بر شما. خوب هستید جونم عزیز، بفرمایید. من خیلی دیر اومدم بالا، الان همه خوابیدنه. فقط دوست داشتم یه حالا خیلی بحث کوتاهات بکنم. به قول خودت سر اسلام صحبت کردم، خیلی جالب این که خیلی اطلاعات درباره اسلام بالاست و خیلی چیزهای مهمش رو قبول داری. این که حالا کلا میزنیش زمین و میزنیش نمیدونم چرا، دلیلش چیه؟ من اول از همه این بگم که من البته خیلی از چیزهای اساسیش قبول داری، یعنی خدایی نکرده من کجای اسلام قبول دارم، برام خودم رو درست کنم. بگو تو رو خدا بیرون منو میبینی شاید یه خطایی کردم. همین که خدا قبول داری اسلام قبول داری دیگه. من آماده مگه اسلام خدا رو قبول داره؟ مگه اسلام خدا اسلام الله رو قبول داره؟ اسلام قربونت برم. نه نه ببین اصلا این صحبت ها نیست اینا، خدا به زبون عربی میشه رب. الله بزرگترین بت خاندان پیامبر بود، نام پدرش رو اگه قبول کنیم عبدالله. نه ببین تو داری با یه عرب صحبت میکنی، من اهوازی هم خوزستانی هم و عربم.
این که شما طرفدار شاهنشاهی هستی و طرفدار این هستی که ایران باید برگرد به امپراتوریش، من یه سوال دارم. من اصلا اسلامو نمیخوام باید بس کنم، چون خودت میگی مقاله بود، فقط میخوام درباره ایران صحبت کنم. من ایران خیلی دوست دارم، ایرانی ایران بودنم خیلی افتخار میکنم، قربونت برم، فدات شم ها، و همیشه دوست دارم توی ایران باشم حقیقتش. فقط میخوام بپرسم اگه ما قرار واقعا ایران دوباره به اون امپراتوری عظیمش برگرده که شرق و غرب و داشت و عراق جزی از ایران بود تقریبا، خب چطوری که ما نمیتونیم یه قوم مثل عرب رو بپذیریم؟ این همه هموطنهای ایرانی از بالا پایین به عربا توهین میکنن، این یک شما توهین نکردی ولی گفتی خوشم هم نمیاد. خب در حالی که ما بخوایم برگردیم دفاع از عرب ها، حالا اینو بهتون بگم، من یه برنامه‌ای دارم، آره. 3 سال پیش ساختم در دفاع از عرب ها، حتی من برنامه دارم. من تا در مورد اهوازمون بگم که میدونید که ما تقریبا تو اهواز خیلی ها خود عرب پندارن، عموما عرب زبان هستن، یعنی ایرانی هن. یعنی من حتی نمیدونم حالا شما دقیقا مال کدوم بخش اهواز مال کدوم قوم هستید، ولی عموما 90% کسایی که تو اهواز خودشون عرب میدونن اینها همه ایرانیان و عرب زبانن. و برای آگاهیتون بگم عراق و سوریه، چون من دوستان عراقی خیلی خوبی دارم، من یکی از دوستای صمیمی عراقیه داره فارسی یاد میگیره، تو بغداد اومده بود ایران، تخت جمشید برای من کادو هم فرستاده بود، حتی با آقای نجم محمد علی هم که دیدی نشستم اینا، خب چند بار آوردمشون تو برنامه‌ام. آقای نجم محمد علی، من آقای نجم به خدا آقای نجم هم گفتم من اصلا شما را اولا که عرب هم باشید قدمتون رو چشمون کوچیکتون هستین، ولی اصلا شما عرب نیستید، شما اصلا عرب زبانید فقط. یعنی حتی شما خیلی جالبه بهتون بگم چطوری عرب زبان هم مردم سوریه، اصلا مردم سوریه که اصلا فنیقی هست، مردم عراق کجا مردم عراق شما آخه شما مردم عراق و سوریه یعنی طور چهره خود شما با چیه نفرت داره؟ بس رو نباید پیچون. ببین برادر من، عرب پندار یعنی چی؟ وقتی که ما جد بحث ژنتیکه، سینه دو تا بحثه. نه دو تا بحثه، ببین یه بحث ژنتیکه، یه بحث زبان چیه، زبان چیه، فرهنگ چیه. نگاه کنید ما یه فرهنگ عرب داریم، یه زبان عرب داریم. ما فرهنگ عرب رو وقتی داریم یعنی عرب، ببخشید ایرانی عرب آفرین، فرهنگتون شاید عربی باشه، ولی ژنتیک چه درد میخوره؟ پاسیل هم ژنتیک نمیدونم چی داره. خب نه نه ژنتیک مهمه، ببین ژنتیک اولا اینکه بذار به نتیجه برسیم. اصلا شما بحث خوبی رو باز کردید، دمت گرم. اولا من سپاسگزاری کنم ازت، بحث خیلی خوبی رو باز کردی. اولا که شما اگر ژنتیکتون هم عرب باشه دمتون گرم، قدمتون یعنی اصلا هموطنی مینا تا بحث، ولی علاوه ژنتیکی ما 90% مردمی که خودشون عرب میدونن توی اهواز، توی عراق و توی سوریه، بالای 90% اینا علاوه ژنتیک عرب نیستن. شما یک فرهنگ گفتید، من میپذیرم فرهنگ ژنتیکتون عرب نیست عزیزم. عربا حمله کردن در خوزستان، به زنان ما تجاوز کردن، اونجا به زور زبان عربی رو جا انداختن، خیلی از ایرانیان اون موقع مجبور شدن عرب زبان باشن، الان هم فکر میکنن عربن. این یک بخش گفت. دو وقت و سه تا قوم دیگه هم در زمان قاجاریه و در زمان کریم خان زند وارد ایران شدن، یعنی عموم 90 بالای 90 نه 90% هم حتی من دارم یه خود کم میگم، بالای 95% حتی کسایی که خودشون عرب میدونن تو خوزستان اینا عرب نیستن. ولی شما فرهنگ عربی گفتید، فرهنگ عربی رو من قبول دارم، شروع بحثانه الان سر تا سر ایران فرهنگ عربی، خب یه جورایی به خاطر دین مبین اسلام حاکمه، اون یه بحث دیگه ایه. این اولا که بس، این که شما میگید دین مبین اسلام در ایران حاکمه، من اصلا قبولش ندارم. خب درباره منشایی هم که شما میگه، اول من یه چیز خیلی راحت بهت بگم، من بیام بهت بگم امید جان تو ایرانی نیستی از لحاظ ژنتیکی. خب اگه متأسف باشی برمیگردی میگی نه فلان حرف بی خود میزنی، آزمایش میده. نه از کجا تایید میکنی؟ چجوری آزمایش ژنتیک وجود داره؟ ما الان دوستان ما تو اروپا، این عربه، ببین الان دوستان ما توی اروپا یه سری ها این کارو کردن، اتفاقا من خودم این کارو نکردم به خاطر اینکه نمیخوام اطلاعات ژنوم انسانیم دست اروپایی ها باشه، ولی خیلی ها رفتن آزمایش ژنتیکی دادن، همشون هم حتی تو برنامه هم نشون دادم، آزمایششون هم نشون دادم، همشون از نظر ژنتیکی مال ایران بزرگ بودن، یا ایران مرکزی فعلی یا اطراف ایران مرکزی، عراق و سوریه و ایران. من یه چیزی میخوام،
من یه چیز دیگه میخوام بهت بگم امید جان. من میام بهت میگم خب آقا من همچه حرفی رو میزنم، تو اگه منطق ببخشید نمیخوام تو رفت بره، اگه آدم منطقی باشه خودم خب منطقی باشه میگه خب اصلا ایرانی نیستم، اصلا افغانیم، خب اصلا عراقیم، اصلا روسیم، تو ایران که زندگی میکنم، فرهنگ ایرانی که دارم، اصالت ایرانی که ایران هم دوست دارم، پس ایرانی هم. ایرانی بودن یعنی چی؟ یا خارجی بودن یعنی چی؟ یعنی که تو اونو بپذیری، یه چیزی رو بپذیری. این بحث مثل مهم میگه فرهنگ مهمتر از اون بحث، درست هم میگی. یه بحث بحثش من یه بحث ژنتیکه، یه بحث هم فرهنگه. شما میگی من فرهنگ عربی رو پذیرفتم. شما میگی فرهنگ عربی رو من پذیرفتم. بله. وقتی که ببخشید ممکن شما بپذیرید فردا، نه مثلا من نمیگم مشکلی داره، من دارم تایید میکنم. من میگم پس بحث این که ما اگه میخوایم ایران قبول کنیم باید ایران با همه چیزش قبول کنیم. نه ببین ما یه ایران حقوقی داریم، یه ایران حقیقی داریم. ببین عزیزم تو ایران حقیقی، ایران حقیقی یه چیزی بود. ببین مثلا الان من در سوئد، من الان چی دارم؟ من پاسپورت سوئدی دارم، درسته؟ احسن. من الان رای گیری که انجام میشه، تو هفته پیش تو سوئد رای گیری شد، تقلب شد، چه سر صدایی تو سوئد شد، ولی اصلا هیچ کدوم از ایرانیا خبر ندارن، تو دنیا صداشو دارن. وقتی رای گیری میشه من حق رایم با یک کسی که در سوئد مثلا 2000 سال 3000 سال خونه بوده، چون ما الان تو سوئد هم شناسنامه هاشون تو 7-8 سال اینا چیز دارن، جد شناسنامه ای دارن، 7-8 سال که مدون اینا چیز شناسنامه دارن، جد در جدشون هم سوئدی هم، من رایم با اونا مساویه. ولی آیا علاوه حقیقی من میتونم سوئدی باشم؟ بله بله. نه من چشم ابروم مشکی آخه. خب باشه چشم ابروم مشکیه، من تو ایران به دنیا اومدم. من اگه ببین من خودم بودم، من بالا برم پایین میام سوئدی نیستم، من پاسپورت سوئدی دارم ولی سوئدی نیستم. من به نتیجه میرسونم. ببین تو گیر دادی به ژنتیکه. انا مثلا من بگم سوئدی ام، بعد ببخشید سوئدی ام مثلا به من بگن سوئدی، علاوه حقیقی من سوئدی ام واقعا؟ اگه بخوای آره میتونی باشی، چرا نمیتونی باشی؟ نمیتونی باشی چون ببین ما من از نظر حقوقی سوئدی ام، بالا ببین یه حقیقت حقیقته. ببین آسمان وقتی که روشن میشه خورشید توی آسمونه، شما نمیتونی به خورشید بگی ستاره زحل مثلا، اون خورشیده، حقیقتو که نمیتونی عوض کنی، حقیقت چیزیست که عوض نمیشه. واقعیت حقیقت... نه حقیقت داری. نه نه ببین حقیقت حقیقت، واقعیت هم واقعیت، ما واقعیتو میتونیم عوض بکنیم، حقیقت رو نمیتونیم عوض کنیم. واقعیت اینه که من از نظر حقوقی سوئدیم، حقیقت اینه که من در ایران به دنیا آمدم، برم بالا بیام پایینم ایرانیم، تموم شد. این بحث من ببین اینو تو میگی چون خودت دوست داری. نه چون خودت دوست داری. ببین مایکل جکسون، مایکل جکسون حالا بیمار بود مثلا، ولی اون حقیقتش این بود که یک فرد سیاه‌پوست بود، واقعیتش این بود که واقعیتش رو عوض کرد، رفت پوستش رو مثلا سفید کرد. یعنی حقیقت این آدم تا آخرین لحظه هست که میخواست در موردش تفصیل بنویسه چیزی، این چیز سیاه‌پوسته. به هر حال شما از نظر حقوقی 100% اونایی که فرهنگ عربی رو پذیرفتن 100% اینها ایرانی هستن، ولی حقوقی حقیقی بالا بریم پایین بیاین، ایران یک چیز تعریف مشخصی داره و از نظر حقیقی کسی که فرهنگ عربی رو بپذیره اصلا دست من و شما نیست که بگیم آره یا نه، اصلا من کی باشم که بگم آره یا نه. ببین الان در سوئد مثلا من رفتم اتفاقا یه جایی وایسادم، 5 قدم من به خدا به ایران قسم پادشاه سوئد کارل گوستاف وایساده بود، اصلا کارل گوستاف الان 5 قدم من میچینه منو بغل میکرد، صورتم هم ماچ میکرد، دست منم میورد بالا میگفت این سوئدیه. آقا حقوقی سوئدی میشم، من حقیقی سوئدی نمیتونم باشم، اصلا دست نه عمو کارل گوستاف، نه پادشاه سوئد، نه دست اداره مهاجرتش، نه دست پلیس سوئد، دست هیچ کس نیست، نمیتونم سوئدی باشم چون من ایرانیم. امین جان، امین جان، پس یه حرفی رو من بهت بزنم، یه حرفی رو بهت بزنم، بر اساس منطق شما هیچ وقت ایران، امپراتوری ایران نمیتونه برگرده. چرا؟ چون یه سری فرهنگای حقوقی میتونه. نه. حقوقی میتونه، حقیقی. ببین حقیقی ما ببین حقوقی به چه دردمون میخوره وقتی که حقیقت نیست. حقیقت دست من و شما نیست، حقیقت دست من و شما نیست. الان مادر من اسلامو پذیرفته، خب مادر من الان میگم که دست خودمه، نه حقیقت دست من و شما نیست،
حقوق دست من و شما. بعد دست کیه؟ واقعیت ببین، واقعیت دست من و شماست. حقیقت دست من و شما نیستش که. حقیقت حقیقته. خورشید خورشیده. واقعیت چه فرقی میکنه؟ چه فرقی؟ فرقش اینه که خورشید وقتی که میتابه اون حقیقته، ولی شما میتونی واقعیت خورشید رو عوض کنی. یعنی چی؟ یعنی یه سایبون بذاری نور خورشید بهت نخوره. تموم شده. حقیقت اینه که این... در تابستان نه، حقیقت اینه که در اون واقعیت، واقعیت عوض نکردی شما. شما سایبون بود، شما فرق داره. چرا... نه حقیقت رو نمیتونی عوض کنی آخه. حقیقت رو من و شما نمیتونی عوض کنیم، واقعیت رو میتونیم عوض کنیم. خب باش، حرف شما، من بگم حرف بفهم. شما درسته. نه، نه، شما بفهم. نه شما بفهم. آره قبول کن. نه شما بفهمید، شما بفهمید. یعنی اینه که بس اینه که اگه ما بخوایم ایرانو قبول کنیم، اصلا شما یه بحث دیگه رو آوردی، گفتی این اسلام اگه به درد بخور بود